سلام، من فراز هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به واکنش سحر قریشی در مورد ازدواجش با امیر تتلو و حواشی این رابطه جنجالی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. این روزا که سحر قریشی تو خونه ی امیر تتلو زندگی میکنه و البته بعد از پایان بازیش در سریال نیسان آبی که در ترکیه فیلم برداری میشد به ایران برنگشت و رابطه ی جنجالی خودش رو هم علنی کرده، گویا مسیر زندگیش در حال تغییره. البته خیلی ها میگفتن سحر قریشی مأمور شده زندگی تتلو رو سیاه کنه و اونو نابود کنه، که البته خودش چنین هدفی نداره. اما وقتی که تتلو در یوتیوب خودش لینک یوتیوب سحر قریشی رو گذاشت و گفت یوتیوب حاج خانوم دنبال بشه، بسیاری از کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اون به اونچه فکر می‌کردن دست یافتن. اما ویدیویی که از سحر قریشی در یک ویلا دیده شد و به محل سکونت تتلو در ترکیه شبیه بود، برای خیلی‌ها شک و شبهه رو پایان داد. سفر سحر قریشی به ترکیه که همزمان با ضبط سریال نیسان آبی بود، با شایعاتی همراه شد که برخی از اون رنگ واقعیت به خودش گرفت و برخی هم در حد سوال باقی موند. تصویری که سحر قریشی از این ماجرا استوری کرد از یک سو، و آهنگی که تتلو با عنوان انتظار منتشر کرد و در اون از نام سحر استفاده کرد از سوی دیگه، به هر نوع شایعه و شایبه‌ای این فرصت رو داد تا در فضای مجازی دست به دست بشه و برای مخاطب عام و خاصش فرصت قضاوت ایجاد کنه. در همین موقع محمد حسین فرح‌بخش، تهیه کننده و کارگردان با سابقه سینمای ایران، در مصاحبه گفته بود سحر قریشی با انگیزه ازدواج از ایران رفته و قصد مهاجرت نداره، ضمن اینکه به اون تذکر دادیم که درگیر حواشی و غیره نشه. جدا از این صحبت‌های محمد حسین فرح‌بخش که به عنوان همکار سینمایی رابطه نزدیکی با قریشی داره و برخی از افراد مطلع که اخیراً با قریشی سابقه همکاری دارن، شواهد دیگه‌ای هم نشون از این داره که تتلو با منطق خودش از علاقه و ازدواج با قریشی صحبت کرده و مدارک دیگه از جمله تصاویر منتشر شده از سوی قریشی حداقل این مسئله رو تکذیب نمی‌کنه. با این حال شنیده ها از منبعی آگاه حاکی از اینه که جدا از همکاری و بیزینسی که اخیراً شکل گرفته، به زودی خبر ازدواج قریشی و تتلو هم رسانه‌ای میشه. البته محمد حسین فرح‌بخش هم در این باره گفته بود سحر 2-3 ماه قبل به من گفته بود که میخواد ازدواج کنه. من گفتم این کار رو انجام نده، اما این اعتقاد و سلیقه شخصیه و به خودش مربوطه. و تا جایی که میدونم الان فقط برای ازدواج از ایران رفته و مهاجرتی در کار نیست. اون کشورش رو دوست داره و به ایران برمیگرده. اما اینکه اونجا چه اتفاقی میفته الله اعلم. به اون پیغام دادم کشور، نظام و اعتقاداتش رو فراموش نکنه و برگرده. اما حالا که حواشی رابطه تتلو و سحر قریشی علنی شده و هر روز ویدیوهای جدیدی از رابطه این دو نفر پخش میشه، سحر قریشی استوری جالبی منتشر کرد که نوشته بود گاهی باید راه درازی رو سفر کنی تا اونچه کنارت هست بیابی. این متن سنگین قطعا سفرش به ترکیه رو نشون داد و ابعاد رابطه احساسی که نسبت به تتلو داشت رو نمایان کرد. اما امیر تتلو هم در مورد رابطهش با سحر متنی جالب نوشت. به نظر من هر کی بخواد هر هنرمندی، چه خانوم چه آقا، رو به هر مدلی داشته باشه، باید بتونه 4 تا بادیگارد به کار دورش. بعضی وقتا مصرعها پر از منظورهای مختلف هستن و تو این بیت شعر منظور از اینکه 4 تا بادیگارد به کار دورت اینه که طرف باید شعور اینو داشته باشه که شما فرد خاصی هستین و باید حواسش به امنیت و آرامش شما باشه. من میدونم که انتخابم چه شخصیتی داشته و شأن و جایگاه اجتماعیش کجاست و چطور باید احترام بهش گذاشته بشه و چی احتیاج داره برای به مراحل بالاتر رفتن، و سعی میکنم هر جور بلدم ایشون رو خوشحال نگه دارم و بتونیم به هم کمک کنیم که چند مرحله بریم بالاتر. تا هر وقتی بتونم مفید باشم و تا هر وقت که بشه تحملم کرد. بچه یه سیریشی هم نیستم و هر وقت به درد نخورم خودم میرم.
سرد و گرم روزگار رو چشیدم و همه جور تجربه کسب کردم و اونقدری توجه روم هست و اونقدری هنر دارم که نخوام تو روابط دنبال حاشیه و اسم و رسم باشم. فکر میکنم که تمام این توضیحات راجع به خانم قریشی هم صدق میکنه و ما از خیلی جهات شبیه به هم هستیم، حتی از نظر چهره و استایل و طرز فکر. اینا رو گفتم که هوادارا و نزدیکایی که نگران من یا سحر خانم هستند بدونن ما برای هم ضرری نداریم و جز محبت و احترام چیزی از هم ندیدیم و قرار نیست ببینیم. ممنونم از توجه همه، اما ما واقعا احتیاجی به نگرانی نداریم و فکر میکنم بهترین گزینه برای هم بودیم و هستیم. اون گفته نگران بعدش هم نباشید، ما اوکی هستیم. فوقش نتونستیم با هم کنار بیایم طلاق میگیریم. مگه این همه بازیگرا و فوتبالیستا و خواننده هاتون 20 تا 20 تا ازدواج کردن و طلاق گرفتن مشکلی بود؟ همه هم دکتر و مهندس و آدم حسابی بودن خیر سرشون. اسم ببرم؟ عجب بابا. ببین آدمو وادار به چه حرفایی میکنید. تو هر مملکتی دو تا هنرمند پرطرفدار با هم وصلت میکردن، کل کشور یه هفته میشد جشن و پایکوبی و تبریک و آرزوهای خوب. اینجا شما یه رابطه خواستیم شروع کنیم. یه روز میگین عاقبت اون چی میشه؟ یه روز میگین قبلی چی شد؟ بعدی چی میشه؟ کوفت چی میشه؟ زهرمار چی میشه؟ هی استرس، هی حاشیه و انرژی بد فقط. شماها کی میخواین آدم شید؟ وقتی همکارا و تهیه کننده و کارگردان و به خیال خودشون دوستا و بزرگترها به جای تبریک و پشت ما بودن و حمایت، هی عکس و فیلم از حاشیه هایی که مردم ساختن میفرستن و استرس ایجاد میکنن، از آدمای عادی و ضعیف و حسود چه انتظاری میره؟ یکم به خودتون بیاین و به انسان شبیه شین. دیگه تو قرن 22 جایی برای حسادت و نفهمی و مفتبری و خراب کردن همدیگه نیست. یکم به تصمیمات و روابط و سلایق افراد احترام بذارید. یکم شعور، انسانیت، رحم، مروت، معرفت. یه صحبت ها و تیترایی میبینم که هی نوشتن وضعیت کاری خانم قریشی چی میشه حالا؟ چی میخواستیم بشه؟ ازدواج مگه جرمه؟ اگرم فکر میکنید مثلا من قرار اجازه ندم، باید بدونید که به نظر من ایشون میتونه به فعالیت‌هاش ادامه بده و من هیچ مشکلی با حرفه و هدفشون ندارم. منتها از این به بعد دوست دارم بعضی مسائل بیشتر رعایت بشه و تو کارها، لباسها و فاصله ها با حفظ ایمنی بیشتری راجع بهشون تصمیم گرفته شه و نوع صحبت کردن با ایشون تو کارها و جلسه ها و مصاحبه ها از سمت یه خانم مجرد به شکل برخورد با یه خانم متأهل باشه. میخوام بدونید که فکر نکنید ایشون به خاطر کشف حجاب یا فرار از ایران منو انتخاب کردن. نه خیر، علاقه ما به هم قلبی بوده و واقعی، نه به خاطر حاشیه و مسائل سیاسی. به همین منظور من اصلا سعی میکنم با اینکه ایشون بازیگر خوبی هستن و مسلماً به درد ویدیوهای من میخورن، تو ویدیوهام و کارام از ایشون استفاده نکنم که مشکلی برای کاراشون تو ایران پیش نیاد. پس بی خود مسائل رو با هم قاطی نکنید و با ساختن حاشیه و سوالهای بی خود حرف تو دهن فلان مسئول نذارید که ما از این مفبوریا زیاد شدیم. همه رو حفظیم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.